امروز خامنه ای بعد از 10 سال خودش شخصا در نمایش جمعه شرکت کرد و با شرکت خامنه ای در نمایش جمعه رژیم به این صورت همه انتظار داشتن که بالاخره یک خطی در خط سیاسی یا خط برخورد و موضع‌گیری در مورد فاجعه شلیک موشک از طرف سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی بده و در مورد اون صحبت بکنه و خط و خطوطی بده. در همین رابطه گفتگویی داریم با میثم ناهید. با سلام به شما و تشکر از حضورتون در گفتگو. سلام به شما و سلام به هموطنان و قیام آفرینان دلیر. خب در تو بحرانی که انهدام هواپیمای مسافربری برای رژیم به وجود آورده، خامنه ای امروز آیا خطی داد و چه خطی داد؟ اساسا در این رابطه میشه گفت به نوعی سکوت کرد و حرف مشخصی هم به طور واقع نزد. خب از انبوه صحبت هایی که کرد یک پاراگراف حتی نمیشه گفت، دو سه جمله بسیار کوتاه پرداخت به همین حادثه هواپیما و جانباختن به حال همین 176 انسان بیگناه، از جمله بیشترشون خب هموطنان خودمون. اما خامنه ای خب خیلی روشن بود که کاملا سکوت کرده. ما بیزا میگفتش که اینها اومدن با علم کردن این داستان هواپیما سرپوش بذارن بر خلاصه همین دودمی که در رابطه با قاسم سلیمانی میخواست خامنه ای را بندازه با اون مراسم که برای همین جنازه گردونیش. حرف ازش این بود، مشخصا گفت عده ای سعی کردن که این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که قاسم سلیمانی رو به هر حال به دست فراموشی بسپرن. خب واقعیت همینه که ضربه قاسم سلیمانی، هلاکتش به رژیم به هر حال کمرشکن بود، بسیار کمرشکن. نه. اما پیامد بعدیش برای رژیم روحی باختگی نیروهاش بود، چه در داخل ایران چه همین مزدوران منطقش. خامنه ای برای اینکه مقداری جلوگیری کنه از این روحیه باختگی دو تا کار اومد بکنه. یکی همون جنازه گردونیش بود که تمام نیروهاشو بسیج کرد، مدارس رو تعطیل کرد، ادارات رو تعطیل کرد، هرچی مزدور بود ریخت تو خیابون که دیدیم اون حادثه کرمان پیش اومد، 70 اندی کشته و بعد هم اون داستان موشک پرونی به سمت پایگاه آمریکا که بعدم دوباره صداش در اومد که اصلا هیچ خبری نبود و از قبل اطلاع داده بودن. بله. هیچ به هر حال خسارت هم باور نداشت. من میخواد این دوتا موضوع سرشکن شد روی سر خامنه ای. اما تیر خلاص کجا خورد؟ همین انفجار انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه که این دیگه تمام قضیه رو، تمام میزی که خامنه ای میخواست بچینه کاملا چپ و وارونه کرد علیه خودش. حالا این پیامدهای این چپ شدن میز خامنه ای خب هم در عرصه جهانیه از بعد بین المللی به خاطر اینکه برحال این هواپیما اوکراینی توش شهروندان کشور دیگه هم بودن به تعداد قابل توجه که میبینیم همین الان بحرانهاش داره سرازیر میشه سر رژیم. پیامد اصلی ترش داخلی بود که به صورت قیام از روز 21 دی در دانشگاه شروع شد و دیدیم که با چه سرعتی گسترش پیدا کرد و شعارها تا کجا رادیکال شد. مشخصا پاره کردن عکسای قاسم سلیمانی نماد رویارویی مردم و جامعه با این رژیم بود. به همین خاطرم اگه دقت کنید خیلی با غیظ امروز خامنه‌ای گفتش که اون چند صد نفری که به عکس سردار ما اهانت میکنن اونها مردم ایران هستند، یا این جمعیت میلیونی همون ارازلوباشی که ریخته بود تو خیابون که در خیابان ها نشان میدهند، بعد همه شعار میدن مرگ بر منافق و خلاصه نشون میدن که دشمن تا کجا از دشمن اصلیشون که این حوادث رو براش به وجود میاره نگرانه. حالا ببینید یک تناقضی هست، یا اینطوری بگم که مثلا شما عنوان میکنید که خط خامنه‌ای گذشتن از کنار این قضیه است، آروم از کنارش بگذره، در حالی که ما میبینیم تقریبا هر روز تعداد زیادی از سردمداران رژیم و رسانه‌هاش خیلی اشاره میکنن زیاد به همین موضوع فاجعه‌ای که در رابطه اون هواپیمای اوکراینی و برای هموطنانمون رخ داد. این تناقض نداره؟ از یک طرف میگه این خامنه‌ای میخواد از کنارش بگذره، از یک طرف این همه موضوع و واکنش. خب این واقعیت هست، اون همین که یک درهمریختگی شدید الان درون رژیم وجود داره. به همین خاطر در این درهمریختگی خودش حاصل و خروجی مجموعه بحران هایی که رژیم رو به هر حال احاطه کردن،
خامنه‌ای نمیتونه خطی رو پیش بره، نمیتونه مسیری رو ترسیم بکنه. از یک طرف شما نیا کنید در رابطه با همین حادثه هواپیما، به هر حال یک آواری رو سر رژیم خراب شده، ولی حتی همین چند روز چند صدایی چطور از رژیم داره در میاد، چطور قطبندی شده، هر کدوم این موضوع رو میخوان بشکنن کاسه کوزه رو سر طرف مقابل. سپاه حرفش چیه؟ میگه که ما اطلاع دادیم، باید سازمان هواپیمایی کشوری که در زیر کنترل دولت روحانیه، اینا باید آسمون رو پاک میکردن از هواپیما، یعنی بس شما مقصرید. روحانیم چی میگه؟ میگه که اینا زدن، اصلا باید بیان به قضاییه تحویل داده بشن، باید پاسخگو باشن، چرا شلیک کردن. ربی حاجی زاده میگه که از صبح همون چهارشنبه من به بالاترین مقامات اطلاع دادم. یعنی چی؟ یعنی روحانی و خامنه‌ای و همه. ربی در دفاع از روحانی میاد میگه که سخنگوی همین دولت روحانی است، میگه که نه اصلا آقای رئیس جمهور اصلا در جریان نبود، منظور حاجی زاده سلسله مراتب خودشونه. یعنی چی؟ یعنی سلسله مراتب خودشون در جریانه. سلسله مراتب چیه در سپاه؟ چه جوریه؟ حاجی زاده، سلامی، رئیس ستاد کل، باقری، بعدم خامنه‌ای. کنه اینجوری میذارن گردن همدیگه. به همین خاطر خب خامنه‌ای چطور در همچین آشفته بازاری بخواد یک خط رو پیش ببره؟ حالا برای چی بس اومده؟ میخواد اتفاقا به همین اوضاع متشدد که اینطور دارن سر کله هم میریزن موضوع رو دهنه بزنه. بکنید یک قسمت از همین حرفاش گفتش که انسان واقعا تعجب میکند، یه عده خب جوانن احساساتی میشوند، اما یه عده جوان نیستن، منافع ملی رو درک میکنن، فهم میکنن، پای این منافع باید بیستن، اون چه دشمنان مایل هستن نباید از اینا سر بزنند. خب دشمنان خوشحال میشوند از این موضوع، این هواپیما مستمسکی به دست میآورند برای زیر سوال بردن نیروهای مسلح سپاه و جمهوری اسلامی. داره چی میگه؟ میگه این یه عده که میفهمن منافع نظام رو، یعنی چه؟ یعنی همون اونایی که سر کله هم میزنن، اساسا هم داره به باند روحانی داره میگه، اینا شما دارین آب بنیزین در جوب دشمن. خب پس بنابراین اینکه چرا خامنه ای اومده اصلا بحث پیش بردن خط نیست، الان اصلا در چنین موقعیت نیست که بخواد خط پیش بره، اومده دهنه بزنه مقداری به همین اوضاع آشفته نظام. درست. حالا اگه میگید که میخواد دهنه بزنه به اوضاع آشفته نظام، اونطور که شما میگید، آیا با همین کار بحران یه مقدار فروکش نمیکنه؟ یعنی نمیتونه بحران رو مهار کنه؟ به نظر من که اگه بخوایم شرایط کنونی رژیم رو آنالیز بکنیم، مطلق نه، چون گفتم اصلا در موقعیتی نیست که بخواد یک مسیر رو پیش بره، چون دهنه زدن هم خودش یک مسیر، اصلا در چنین توانی نداره. شما نیا کنید علت ریشه‌ای همین وضعیت رژیم، اوضاع متشتتش، ناشی از یک مجموعه بحرانه. خامنه‌ای در صورتی میتونه خطش رو پیش ببره یا دهنه بزنه به همین طرفای مقابل رژیم که قبلش در پایه بتونه اون بحران‌ها رو مهار کنه. کنید بحران‌های مثل اقتصادی، خفگی اقتصادی، داخلی، همین داستان قیام، می‌بینیم هر روز مردم دارن چه شعار خود خامنه‌ای رو مستقیم هدف قرار میدن. بعد انزوای جهانیش، همین الان دیدیم امروز انگلیس تمامیت حزب شیطان لبنان رو برد در لیست تروریستی، دیگه تحریم ها اینا هم گیده سر جاش، هر روز داره افزایش بدم کنه. برجام الان مکانیزم ماشه چکیده شده، وضعیت منطقه، قیام مردم عراق، مردم لبنان. خب واقعا خامنه‌ای الان مثل ناخدای کشتی میمونه که این کشتی در یک طوفان سهمگین الان گرفتار شده، چندین جا شکسته، در پیکرش و اون چوباش همه پوسیده است، ملواناش همه خسته و نامید و وارفته، با همدیگه جنگ و دعوا دارن. حالا فرض اون ناخدای در هم شکستی که اون بالا هست، کسی حرفشو گوش میده، همه میرن داره خودش غرق میشه. وضعیت رژیم خب الان اینه، اوضاع هم اونقدر، این که داره میگیم خودشون میگن، اصلا لازم نیستش که مثلا کسی دیگه بگه، خودشون اعتراف میکنن به این وضعیت در هم شکسته. جهانگیری دیروز میاد صحبت میکنه، مجبور میشه این اوضاع در هم شکسته و خراب رژیم رو به زبون خودش ترسیم کنه. من بیشتر میخوام این قسمتی از صحبت دیروز جهانگیر رو ببینیم، بسیار این وضعیت خراب گویاست. بله بله، خواهش می‌کنم.
سال برای همه ما که اینجا نشسته ایم تا به امروز در غم، در نگرانی، در دلهوره، در شنیدن خبرهای غیر منتظره، در هراس از آینده گذشته است. خدایا کمک کن روزهای پایانی به خوبی بگذرد. از جمله 13 دی ماه خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی، خبر شوکاور سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، آن لحظه های تلخی که ما قبل از دی ماه داشتیم که به بی‌اعتمادی، به چندپارگی حوادث آبان ماه ملت ایران دچار مشکلات جدی کرده بود، نگرانی بود، کشور در شرایط حساس و خطیری است. شاید با قاطعیت بشود گفت که در این 40 سال هیچ وقت چالش‌های مهمی همزمان اینگونه در مقابل کشور نبوده. تحریم‌های بسیار گسترده‌ای که در تاریخ 40 سال و در تاریخ روابط بین‌الملل دنیا بی سابقه است علیه ملت ایران وضع شده. ناامنی، جنگ‌ها در عراق، سوریه، یمن، افغانستان، لیبی، منطقه‌ای بسیار متشنج است. اگر دقت نشه، اگر درایت به خرج داده نشه، هر آن میتونه این شعله‌ها به سمت ایران سرازیر بشه. ما در چنین شرایطی هستیم. متاسفانه در شرایطی هستیم که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ملت تنزل پیدا کرده. شوکی که در اثر اصابت موشک به هواپیمای مسافربری اتفاق افتاد، امنیت روانی، امنیت ذهنی و امنیت اجتماعی مردم دچار خطر کرده. افکار عمومی توی این حادثه نشان داد این بود که زمان دروغگویی تمام شد. آن جایی که دروغ گفته بشه خسارتش بسیار زیاده. ببینید بله. به روشنی تقریبا بود خیلی از بحران‌های رژیم انگوش گذاشت، گفت وضعیت منطقه‌ای اینا سرازیر میشه داخل ایران، وضعیت سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بی سابقه است، اصلا سابقه نداشته در عرف بین‌الملل، بی‌اعتمادی جامعه اشاره دقیقا میکنه به نفرت اجتماعی، و بعد هم میگه که دروغگویی زمانش تمام شد. یعنی چی؟ عطف به داستان هواپیما میگه. من همون 3-4 روزی که میخواستن کتمان کنن که مجبور شدن آخر اعتراف کنن، عطف به اونه. اینا میندازن این دروغگویی یا گردن اون سپاه میندازه گردن اینا. خب حالا شما انتظار دارین در چنین شرایطی که این داستان هواپیما امروز سر رژیم آوار شده، همه به قول خود خامنه‌ای که امروز گفت سپاه رو هدف قرار میدن و کل نظام رو، خب خامنه‌ای حرفش برو داشته باشه بتونه این وضعیت جمع و جور کنه؟ نکنید خامنه‌ای امروز رو به روشنی گفت دشمن داره سپاه و نیروهای مسلح رو زیر علامت سوال میبره، نظام جمهوری اسلامی رو زیر علامت سوال میبره. خب این وضعیت متشتت رژیم به همین خاطر نمیتونه جمع و جور بکنه. پس حالا که شما این فضا رو میگید که خلاصش این که به اصلی ترین بحرانش هم نمیتونه بپردازه، از جمله مثلا بحران روزش که همین هواپیما هست، تو این حالت بهتر نبود به صحنه نمیومد؟ چون نماز جمعه بالاخره ائمه نماز جمعه میومدن شرکت میکردن صحبت میکردن، میتونست نیاد که اینقدر این دیگو هم نزنه و بدتر نشه؟ چه لزومی بود پس بیاد به صحنه وقتی نمیتونه حل و فصل کنه؟ خب این سوالی که از خود خامنه ای بعد پرسید، اما به نظرم ملتش روشنه. اون همی که چون اوضاع همین عطف به شرایطی گفتیم به هم ریخته و در هم ریخته است، این کشتی در هم شکسته، بله، این مجبوره دیگه خودش بیاد وارد بشه. نکنید سال 88 هم که وارد شد، در پی قیام 88 آخرین بار اون زمان بود، خب رژیم یه سرنگونی رو حس کرد اون موقع، الان بسا بیشتر از اون. اما واقعا الان فرقش اینه که حرف و خطی نداره پیش ببره. نکنید هر کاری میخواد بکنه اوضاع بدتر میشه، هر خطی میخواد پیش ببره با دیوار تشتت درونی روبرو میشه. برای مثال مگه همین خامنه ای چند بار تا حالا نگفته که مذاکره سم مهلکه؟ بله. اما
میبینیم که باند رقیب که خامنه روحانی ها هستن، یه عده‌ای درون رژیم میگن که آخه نریم پای مذاکره، خفگی ما رو میکشه. اونا میگن خب شما میگین خفگی، رفتن پای مذاکره یعنی خودکشی از ترس مرگ. هر دو از مرگ صحبت میکنن، اما اون میگه که بعد بریم پای میز مذاکره، دست و پا میزنه. این یکی میگه سم محرکه. اونی هم که میگه بعد بریم پای میز مذاکره، ببینید بدنه نظام، درون نظام مسئله دارن، اینها هم یه پشتی دارن درون نظام. پس من میگه جریانی درون رژیم هست. اصلا این بسیجی ها و پاسدارا که میگه آقا جان این اوضاع خرابه، خفگی رو میبینن، هلاکت پاسدار سلیمانی میبینن، تشدید تنش رو میبینن، خطر حمله به رژیم رو میبینن، همینا رو میبینن، خب وحشت میکنن، میگن بریم پای میز مذاکره. یعنی رژیم خامنه ای خط نباید بریم، اونا چیه؟ رو به روی خامنه ای وای میستن. اینقدر این مثالی که زدیم اینقدر گویاست که یک جریانی در اون رژیم الان مسئله دارن که آب پاشیم بریم پای میز مذاکره. امروز آخوند علم هدا تو مشهد میخواست به این بسیجی ها بفهمونی که آخه مذاکره یعنی چی؟ اینا که نمیفهمن مذاکره یعنی خودکشی از ترس مرگ. دیگه اومده بود با مثال گله گوسفند و رمه و بز و اینا، خواست به اینا بفهمونه. فکر کنم این قسمت کوتاه هم با هم ببینیم. بله خیلی جالب باد باشه. این راه پیمایی خودجوشی که با همت شما انجام گرفت، امیدوارم خداوند متعال این قدم ها رو بر صراط نلرزاند. در این موضع دفاعی انواع و اقسام کارها رو می کند، داخل ما فتنه می کند، مزدور تراشی می کند، توطئه می کند، تحریم اقتصادی تا منتها درجه انجام می ده. دشمن می خواد ترغیم کنه. این مقاومتی که شما در برابر امریکا دارید، این مقاومت نتیجهش اینه که امنیت خودتون از دست می دید. شما یک گله گوسفند رو در نظر بگیرید. این رمه گوسفند حالا یا چوپانش ضعیفه یا چوپانشو از دست داده، گرگ آمده به این رمه گوسفند حمله کرده. این رمه گوسفند دو جور گوسفند داره، یک گوسفند سربزیری که این آلت دفاعی نداره و طبیعتاً در مقابل گرگ درنده تمکینه، تسلیمه تا به جایی که گرگ بیاد او رو بدراند و پاره کند. یه بخش از این رمه گوسفند بزهای قوی شاخ دارن، اینا شروع میکنن با گرگ جنگیدن، با همون شاخ خودشون به گرگ حمله میکنن، با گرگ مبارزه میکنن. بله شاخ بزهای نظام هم دیدیم که همون چند تا موشک بود که زدن تو بیابونه عراق. اما منظور اینه کنی اوضاع چقدر خرابه. بله. که میخوان شیرفهم کنه به این بسیجی هایی که خب فهم و شعور درستابی که ندارن، که همینه که امروز سوال میدادن مرگ بر منافق اینا، خب همین همین هم دیگه. بله. با اینجور مثال ها برایشون شیرفهم کنه اوضاع چقدر خرابه. بله. اما نکته مهم اینه که خب ببینید وقتی بدنه رژیم اینطور مسئله داره، اینطور درونش آشفتگیه، وقتی خامنه‌ای به صحنه میاد اولا مجبور بیاد که یکم اینا رو جمع جور کنه، از اون طرف وقتی میاد حرفی برای گفتن نداره، چون راه حل نداره، چون بنبسته. نه تنها بنبسته، ببینید هر کاری که میکنه بیشتر فرو میره، چون دوران دوران پایانی رژیمه، دوران مرحله مرحله سرنگونیه. داستان قاسم سلیمانی میاد جمع جورش بکنه، اون جنازه گردونی اینا سر خودش خراب میشه، میره موشک بزنه با توافق قبلی تازه با طرف مقابل و همه این کارا رو سر خودش خراب میشه، میشه داستان هواپیمای اوکراین و این افتضاحات و اینا. میاد حرف بزنه سر برجام و اینا، اون یکی میاد جلوش میپیچه. خب اینها وقتی خامنه‌ای هم میاد نمیتونه راه حل بده، دو بود میشه اینو بررسی کرد. در بود بین‌الملل طرف مقابل میبینه که اینا مدام مکانیزم معاش رو فعال کردن اروپایی‌ها. بله. که رژیم تحت فشار قرار بگیره بیاد پای مذاکره، ولی می‌بینیم که خامنه‌ای بازم میگه چی؟ مطلق نداریم. پس فشارها رو رژیم افزایش پیدا می‌کنه، شدت می‌گیره. در بعد اجتماعی مردم می‌بینن که بازم میاد همون حرفا رو می‌زنه، بنابراین باز هم قیام رادیکال‌تر و شدت می‌گیره. عین دوران پایانی شاه، دیروز روز سال روز فرار شاه بود، مگه شاه هر کاری می‌کرد در تاریخ خوندیم عکس خودش نمیشد،
سرکوب میکرد 17 شهریور رادیکال تر میشد، نخست وزیر عوض میکرد بدتر میشد، تا رسید به نقطه سرنگونیش. رژیم از اون وضعیت بدتره. به حال این بود مختصات. تشکر میکنم، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و برنامه رو همراه با بینندگانمون ادامه میدیم.